Kabul, Ghazni Stadium, best known across the world as the former execution site of the Taliban, where women were stoned to death for infidelity. Today, however, football teams train all day long. 6 years after the fundamentalist regime was overthrown, Afghanistan has evolved. This 19-year-old woman is the living proof of the changes happening in the country. Mahbuba Adia is Afghanistan's only woman athlete to compete at the Olympic Games, a big responsibility for this 1500-meter runner who's going to challenge the fastest in the world. Three men, one woman. In total, four Afghan athletes are going to China for the Games. Masood is also one of them. He and Mahbuba are getting some intensive training. ما از 11 11 اش حساب میکنم این پوینت ترش 99 اش نمیگم از اونم 11 11 این یک چیز برش یک وانس است فقط این میگه مسابقه شروع میشه قطع اونم قهرمانه که مثلا دونم خط استاد میشی یک جای میدوید اونم رو مکا کرد تو کافیش تا با آخر بدوی آخرین تایم هیچ مهم نیست آخر شری تجربه اساس میکنی Afghanistan is still rebuilding itself after nearly 30 years of war, but the billions of dollars pumped into the economy have yet to provide electricity to all of the people. At Mahbuba's home, there isn't even running water. Mahbuba has already won several races in Afghanistan and has even pocketed a $1,000 prize last year. A promising career for this young athlete, but still, every day is a struggle. از دست محمد سرسم خداوند جل جلاله فرموده که حق حقوق زن مرد برابر است اما بازم در افغانستان ما حقوق مرد زن برابر نیست به خاطر که بعضی پسران که ورزش میکنن و از طرف هم جامعه از طرف هم اگه تشویق میشن بیشتر یک نام خوب کسب کنن اما بعض خانم ها که نام خوب کسب کنن از طرف جامعه تشویق نمیشن چون اونا را بد میبینن افراد جامعه میگن که خانم ها چطور کارهایی رفتن که قابل چیزشان نیست از قدر خود بالاتر رفتن از اندازه خود کار میکنن یعنی بعض افراد میگه که خانم ها در چهار چوکات خانه خوب مال میشه که کسایی میگه از آقای اسکرزی بر ما کشور ما چیز آبادی نمیکنه چرا هم آبادی کنه دلیل چی از چی خاطر قتی هم بیادر خود هم چشمی داریم قتی خور خود هم چشمی داریم این تو نمیگه که الله شکر خدای این دختر به ما بسیار افتخار است که مقام خوب گرفت نه مادر از آقای کرتش هستید ما سپاسگزارم هستیم از آقای کرتش که به خاطر که همه خانم ها را اجازه داده چون در کشور اسلامی هم هنرمند دارن هم ورزشکار دارن هم پیلوت دارن هم دکتر دارن دخترها Mahbuba trains every evening in the street in front of her home. But not tonight. A neighbor sees our camera and has called the police. در کدام بخش کار میکنی؟ ما در بخش فیلم سازی دخترت که ورزشکار است چه نام داره؟ رابدار انوار جفدلکی را تایید میکنه که یه انوار برو خانه برو Ever since Mahbuba became known in Kabul, she's been getting threats from her neighbors. Not everyone here accepts that a woman can be an athlete. But Mahbuba has defied the threats and the insults and continues her training. Pizza, do pizza special, chicken pizza, karai, karai, karai. ما پدرم گفته میت ما ارسی نمیکنم. تو پدرم بخیر زنده باشه من نمیکنم. آه نه که خدای نخواسته چیز شد. سی روز پیش مام بمبرم خلاص بگیرم. ما پدر مادرم از کلگی کرده زیاد دوست دارم. هر دوی شنه. قانون از کل که دوست داره باز هم یک روز ارسی میکنم این یک قانون است یک اسلامیت است باش اول مکتب خلاص کنم بعد از او باز ببینیم چی جور میشیم بعد از او باز نه مرا سوادی خوشم میاد بی سواد نه من خاطره که میپامم ملک ما اکثریتش در 100% 70% بی سواد است 30% سوادی است
نی بی سواد نی بخاطر بی سواد نمیفهمه مثلا نمیفهمه از اوضاع دنیا خبر نداره هم چیزی که دلش شد هم تو میگه از خاطر میدان اوایی پوخم که اگر ضرورت بود از امو اسلام آباد براتان بگیره در دستان باشه تیکت پاسپورت ویزی خروجی اوایی نسی میگه یعنی بسیار مهم است براتان. At the headquarters of the Afghan Olympics Committee, Mahbuba and Masood receive some last-minute tips from their coach. They're going to fly to Malaysia for the last few months of their training. لباس در قسمت ایجاب مثلا ورزشکار یا لباس ورزشکارای افغانستان باید برات بگویم که مسابقات المپیک 2004 با نمود لباسایی که در افغانستان رایج بود البته برزو بلوز امراض جمپر و دستر یا مغنه میگن این چیزی که پوشیدی یا کلاه استفاده شده اینمی جز کلتور ما جز فرهنگ ماست اینمی رو ما هم تعقیب میکنیم. Mahbuba has never left her family before and has never traveled further than Pakistan. She spends her last moments in the park with her sisters and cousins. حالا هیچ وقت جدا نشدیم از فامیل مقدر زیاد وقت شاید که دق بیارم پشتشان و مادرم بسیار مرا دوست داره پدرم بیادرهای من چنان دیگه من هم شاید دق بیارن پشت من دیگه باز خیر از فرق نمی کنه به خاطر مسابقه افغانستان میرم هر مشکلی که شد به خاطر کشورم به خاطر نام المپیک. Modest send-off with just her family present. No other cameras are here. But by the time she gets to Beijing in August, the whole world's media will be following the fortunes of this young Afghan woman.